أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسیار خدا را شکر گزارم و الحمدلله رب العالمین که الله تعالی توفیق عنایت فرمود این مسابقه قرآنی به خیر و عافیت برگزار بشود و از راهای دور و نزدیک مشتاقان قرآن عظیم الشان و علاقمندان به قرآن عظیم الشان شرکت کنند. گرچه اینجا نه هیچ مشوقی وجود نداره، نه سکه با کامل میرسه و نه ربع و نه نصف و مادیاتی و به هر حال جایزه هیچی مطرح نیست. و عزیزانی که تشریف آوردند تا در این محفل نورانی شرکت کنند، انگیزه معنوی و انگیزه خدمت به قرآن و انگیزه نشر قرآن، محبت و علاقه قرآن عظیم و شان و نرا آورده. و جمعی عزیزانی که مشغول بودند در برگزاری این جلسه، همه انشاءالله انگیزه هایشون خدایی بوده و خدمت قرآن بوده است. الله تعالی به برگاه خودش، گمان ما اینه و الله تعالی به حقیقت خودش بهتر میداند، از نیت همه ما آگاه است. فلا تزکو انفسکم هو عالم بمن اتقا. الله تعالی در راستای تقوا بگردن این مسابقه را و به برگاه خودش قبول بفرماید و دعا آن است که الله تعالی این جهاد محسوب بکنه در راه خودش. آنچه که ما امروز داریم در بخش دینی و معنوی و گذشتگان داشتن، همه از قرآن عظیم و شان و از تعلیم گوهربار و زیبای رحمت للعالمین است. ما به هیچ زبانی نمیتوانیم که شکر پروردگار را بر این نعمت ادا بکنیم که الله تعالی ما را وارث دین اسلام گردانیده است و وارث قرآن عظیم و شان و تعلیم و سیرت پاک سید المرسلین رحمت للعالمین امام النبیین گردانیده است. نسبتی که ما با دین داریم، با قرآن عظیم و شان داریم، این نسبت را ما به همه دنیا نمی فروشیم. تمام مادیات دنیا و زر و زور دنیا را اگر در اختیار ما بگذارن، معتقدیم که در مقابل این نعمت اینا هیچ چیزی ارزش ندارن. و بالاترین نعمت همینی که الله تعالی به ما داده که دین اسلام به ما نصیب فرمود. اگر مردم دنیا ابتخارات خودشون را و ابتخارات آبا و اجدادشون را بیارن توی صحنه و مطرح بکنن، ما با دین اسلام میاییم توی صحنه و با قرآن عظیم و شان میاییم و تعلیم زیبای آقایمون را و سیدمون را محمد امین صلی الله علیه و سلم را برمی داریم به میدان می آییم. اگر مردم دنیا با اشعار بیایند، با سروده ها بیایند، با نظم و نثر بیایند،
با عبارتهای زیبا می آیند و کتابخانه ها دستاوردهای فرهنگیشون را بردارند و بیایند تو صحنه، ما قرآن عظیم و شان بر می داریم و می آییم. و اگر مردم دنیا با صداهای زیبا و با نواختهای زیبایشون بیایند که دل فزیر باشه و دل کش باشه و جالب باشه، ما صدای زیبای قرآن، قاریان قرآن که زیبا تلاوت میکنند، با اونها حاضر مسابقه بدیم، مقابله بکنیم با اونها. قاریان زیبا خان میاریم صحنه که قرآن بخوانند و دنیا قضاوت کنه که آیا نواختهای شما و صداهای شما، اشعارتون، سرودهایتون و صداهای جالب شما زیباست یا صدای قرآن عظیم و شان زیباست. و لهذا این بالاترین عطا هست و عنایتی که الله تعالی به ما عنایت کرده، کتابی که تا قیامت منسوخ نمیشه و ماندگار است، همه کتابای دنیا را منسوخ کرده، دینی که همه ادیان را منسوخ کرده است و این دین تا قیامت ماندگار است. الله تعالی این دین عنایت کرده و این کتاب عنایت کرده و این کتاب رحمت رب العالمین است و از تمام دنیا برتره و از همه دنیا بالاتره و از همه نعمت هایی که الله تعالی خلق کرده و عنایت کرده به ملت های گوناگون، ای بالاترین نعمتش آنه که به ما داده است و اون نعمت قرآن عظیم و شانه. و همین فرموده است که قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. این فضل الله تعالی و رحمت فروردگار که قرآن عظیم و شانه برای ما است، همه آنچه که امریکایی ها جمع کردن و اروپایی ها جمع کردن از باب دنیا، ژاپنی ها و چینی ها و روسی ها جمع کردن از باب سلاحشون و از باب پول و مادیاتشون، صاحبان زر و صاحبان زمین، صاحبان امکانات و صنعت به دست آوردن هست، همه این قرآن عظیم و شان بالاتر هست و ما این انتخاب میکنیم و این اختیار میکنیم و این میپسندیم. و ما باید دوست داشته باشیم که این قرآن را تلاوت کنیم، عامل به این قرآن باشیم و ناشر این قرآن عظیم و شان باشیم. من یادم از که حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه کسی فرمودن که از مردم بلوچستان، جوانان بلوچستان کسی با ما همراه بود در طلب علم و زمانه در کراچی تر قسم می کردیم علمو. بعد مولانا فرمودن که ما از اونجا به هندوستان رفتیم و او رفیقمون برگشت و به ایران آمد و آمده بود درسای دانشگاهی خوانده بود و پستی هم گرفته بود. مولانا فرمود که تهران سفری شد و همون رفیق قدیمی اما من ملاقات کرد اونجا و به صورت افتخار گفت که شما رفتید درس دینی خندید و من به لین دیگه آمدم و الان مثلا داره پستی هستم، مدیریتی گرفتم و افتخاری کردن که من مثلا شما رفتید و به هر حال پیش نماز مردم شدید ولی من پستی گرفتم، به من مقامی رسیده. مولانا رحمت الله علیه فرمودن که من بهشون گفتم که جمعی هم اونجا ظاهرا نشسته بودن، فرمودن که من الله تعالی به ایمان ببره مولانا گفته که اگر من این حرفا از دل نمیگم که آنچه که به این گفت به شاه شما خدا داده، اعلی حضرت شما داده است، شما یک چیزی خیلی او پایینه داشت، آنچه که خدا به او داده است من به ایمان بمیرم، اگر آنچه که خدا به من داده حاضر بشم با او عوض بکنم که من به جای شاه شما بشم و او آنچه که من الله تعالی داده به او بده. فرمود اگر من برای چنان معامله حاضر باشم، الله تعالی من بدون ایمان از دنیا ببره. و
او حسابش را کرد، حسابی که او پستی که به او رسیده است یک چیزی خیلی در حد پیش پا افتاده و پایینه. و مولانا اینقدر خوشحالی از الله تعالی که حاضر نیست نعمتش را با شاه مملکت عوض کنه. و یک مرتبه حضرت مولانا فرمودن رحمه الله تعالی که فرزند حضرت مولانا ماه رمضانشون تراویح میداد و ماشاءالله خوش صوت بود، قرآن زیبا تلاوت کرد. گفت توی نمازی خیال دل من آمده است که این نعمتی که خدا به تو داده تو حاضری با شاه عوض کنی یا با کل دنیا عوض کنی. مولانا فرمودن این هم کلمه را فرمود، گفته که اونجا هم من گفته که همه دنیا اگر به دست من قرار بگیره من عبدت در مقابل همین قرآنی که فرزند من میخانه و من پشت سر نماز میخانم حاضر نیستم عوض بکنم. اینجا هم همین کلمه را بکار برده که بی من بمیره، اون چونکه یاد من هست و بی من بمیره اگر حاضره که با همه نعمتهای دنیا و نعمتهایی که در ایران خدا به یک نفر داده است عوض میکنه. این او انسانان که قدر قرآن دانستن و قرآن شناسن و میدانن که ایچی سرمایه عظیمی. کسی که بنده عقیده مینه، بنده عقیده مینه که هر کسی که حافظ قرآن بشه و قرآن با تجوید صحیح بخانه، قرآن بفهمه. بنده معتقده که کلی کره خاکی جواهراتش، تلاش، پستش، مقامش، هر چی که الله خلق کرده خدا به این شخص بیشتر از او داده است. این نعمتی که به این داده قابل قیاس نیست با نعمتهای دنیا، مادیات دنیا. چرا این پست میمانه؟ امام غزالی جای مثال بسیار جالبی داده، میگه که همه کره خاکی شما را پادشاه خود قبول بکنه و تمام امکانات روی زمین در دست شما قرار بگیره، عمرتون هم بالاترین عمر انسان باشه، حالا بالاترین عمرش 100 ساله مثلا، 100 سال عمر بکنه، بعد از 100 سال چیکار میکنه؟ بعدم باید بمیری. مردی پادشاهی تو کجا رفت؟ حکومتت کجا رفت؟ و ثروت و داراییت کجا رفت؟ هیچی، هر چه داشتی هیچ. ولی اگر قرآن داشته باشی هم در دنیا با تو همراه هم آخره. لذا کسی که توفیق قرآنش برسه و توفیق تلاوتش نداشته باشه، بنده قبول ندارم، علی خدمتش مرز کنم، قبول ندارم حافظه رمضانی را که فقط در رمضان قرآن بخانه، نعمت بزرگی است. و 11 ماه دیگه قرآن را ترک کنه. معتقدم که حافظ کسی است که قرآن همیشه جالب تلاوت کنه، در سفر قرآن بخانه، در حضر بخانه و شبها در نماز نافله، نمازهای شخصی و عبادت فردی خودش در نماز قرآن بخانه. و نه اینکه رمضان همه ماه شعبان من برم دور بکنم که رمضان قرآن عظیم و شان من تلاوت میکنم. و قرآن درستی در رمضان نازل شده، تلاوتش بسیار فضیلتی، ولی محرومیت سنگینی، حرمان بزرگی است که 11 ماه دیگر قرآن عظیم و شان فاصله بگیریم. قرآن همیشه تلاوت کنید، زیبا تلاوت کنید. قرآن رفیق ما هست در حضر و رفیق ما در سفر. و روزی که ما دنیا را ترک کنیم همه خویشاوندان و دستاورده میمونن، قرآن رفیق ما در مسیر قبره و توی قبر قرآن رفیق است. و برای قرای عزیز قاریانی که زیبا قرآن میخوانند هم توصیه بنده اینه که این تنها در جلسات و در محافل و در چل تنها قرآن زیبا خانی قرآن و تلاوت، نه، گئی توی خانه تو، گئی توی مساجد تو و قرآن بخوانی. قرآن مانند حدیث آمده مانند یک توبرهی است که پر از عطره و اگر دهنش را ببندی کسی از او استفاده نمی، دهنش را باز بگذار تا هر کس از پالوی قرآن، از پالوی شما
رد میشه از عطر زیبای قرآن عظیم الشان بهرمند بشه و استفاده بکنه. قرآن بخوانید بخوانید. الان همین شکایت همینی که قرآن تلاوت نمیشه. متاسفانه ما که به عنوان طلبه در جامعه مطرح میشیم و بالاخره قرآن تلاوت نمی کنیم. علما کمتر قرآن می خوانند، صلحا کمتر قرآن می خوانند، طلاب کمتر قرآن می خوانند، حافظه کمتر. و آغت باید قرآن خواند، آغت تلاوت کرد که وجود پر از عطر باشه و وجود پر از شیرینی باشه، شیرینی قرآن. و بهترین شکر اونیست که ما از بازار تهیه میکنیم، شکر مادی. بهترین شکر و اصل و شیرینی، شیرینی معنوی است، شیرینی قرآن عظیم و شأن. و الله سرمایه بزرگی داده به عزیزانی که قرآن زیبا میتوانم بخوانم. و الله رب العزت به کلامش گوش میده. وقتی که قرآن خوانده میشه الله را خوش میاد از قرآن عظیم الشان، تلاوت قرآن. از صدای زیبای کسی که قرآن برای خدا زیبا میخواند. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله خوش میآمده. فرشتگان از تلاوت قرآن خوش میاد. هر چه زیباتر قرآن خوانده بشه بیشتر الله خوشنود میشه، بیشتر رحمت نازل میشه. و قرآن با حضور قلب و توجه الالله و گریه. همین قرآن در سوره مبارکه بنی اسرائیل همین تذکره را کرده، گذشتگان یاد کرده است، آنانی را که قرآن میخوانم قرآن خدا را و میفتم به سجده الله تعالی. و خشوع بر اونا طاری میشه، خوف طاری میشه، موهای بدن برخواسته میشوند. قرآن بخوانید و گاهی گریه کنید بر قرآن، و قرآن تلاوت کنید و از همه قهر خود را بکشید وقتی قرآن تلاوت میکنید، و قرآن برای الله تلاوت کنید. قرآن برای حافظان گرامی، قاریان قرآن، ناشران قرآن عظیم الشان. قرآن برای کتاب الله است و این عمل خالص بر رضای الله بگردانید. و از طریق قرآن هیچ کسی از ما اغراض دنیوی و خواسته های دنیوی و احتیاجات دنیوی و نیازهای دنیویش نخواهد تامین بکنه. این کتاب برای الله، الله است که نیاز من و شما را تامین میکنه، خواسته های ما را برآورده میکنه، مشکلات ما را حل میکنه. ما قرآن فقط و فقط برای رب العالمین. هنگامی که تلاوت شروع میکنیم توجه الالله باشه که الله این کلام برای تو خوانده میشه و قرآن بخوانه. رقابت دنیا، دنیای رقابت. ما رقابت بکنیم بین خودمون، چنانچه مسابقه نوع رقابت هست، رقابت سالم. و رقابت بکنیم با همه ملت ها. تو ایران الحمدلله بعد از اینکه فضای اسلامی آمد و انقلاب فیروز شد، به هر حال بر قرآن بیشتر کار شد. و حتی در جامعه شیعه که کمتر قرآن بود، الحمدلله الان برادران شیعه ما هم حتی سربازان در نظام وظیفه قرآن میخوانند. این هم نعمت فروردگار. من یادم هست در پاکستان در شهر سکر رژیم پادشاهی بود و حال و حوش بعد از 42 سال 1342 یا 43 یک جلسه برگزار شد در سکر سند، مرکز سند هست. و گرچه علا بزرگترین شهر کراچیه، ولی بالاخره از لحاظ قدامت و این مسائل سکر یکی از مراکز بزرگ صوبه سنده. جلسه برگزار کردن، از سطح پاکستان دعوت دادن و قاری عبدالباسط. اما این فقط جلسه قرائت بود،
که قاریان قرآن بخوانه. یک جلسه ای که از کجای کجا دنیا آمدن، ما تقریبا نمیدانم، یاد من نیست که ما بالاخره 50 کیلومتر یا 60 کیلومتر بود پیاده آمدیم برای همین جلسه. طالب العلم بودیم و خستگی راه را ما سه تحمل کردیم که ما قاریان گوش میدیم اینجا. و از تمام ما، از بسیاری از ممالک دنیا قاری آمده بودند. بله، از همه مصری ها بهتر تلاوت کردن که قاری عبدالباسط بود. و قاری عبدالباسط که تلاوت کرد، اب بسیاری فریاد می زدند و چپه می شدند، می افتادند، می غلطیدند. و قاری ایران سوره وطین خواند. و ما گفتیم شاید از ضعیفتری قاری در میان این قاری، قاری ایرانی بود، قاری ما بود اون زمانه صاحب سلام. حالا الحمدلله هم بین اهل سنت هم بین شیعه الحمدلله بهترین افراد زیبا خان موجوده، قرآن زیبا میخوانن. و ایلوت شاید اگر امروز جلسه مثل او جلسه سکر برگزار بشه، بالاخره قاریای ما اگر رتبه اولا کسب میکنه انشاءالله، اگر نکنن در رتبه دوم قرار خواهند گرفت یا مساوی خواهند بود با کسانی که در رتبه اولا. الحمدلله این لطف فروردگار رو. ولی هنوز خیلی کار میخواهد که ما بر روی قرآن عظیم و شان کار بکنیم. و برای ما جالب بود که با اسم ایران آوردن و قاری ایران گفتن تلاوت میکنه، تلاوت کردن. الحمدلله امروز داره تلاش میشه در جهت قرآن و هنوز ابتدای کاره. و ما معتقدیم که هم روی قرائت قرآن، تجوید قرآن بین زنان و مردان کار بشه. زنان برای حداقل زنان قرآن تلاوت کنن زیبا، قرآن بیاموزن با تجوید تلاوت بشه. و چقدر قرآن لذیذی وقتی با تجوید خوانده میشه. نمک قرآن عظیم الشان تجویده. و اگر صوت داودی کسی داشته باشه و از قواعد صحیح خانی قرآن وارد نباشه و تجوید بلد نباشه، او قرائتش بدون نمکه. و لحظه مهمه که قرآن ما خوب بخوانیم، زیبا تلاوت کنیم و قرآن از روی قواعد عربی و قانونی که خود از قرآن ثابته، یعنی مثل بهترین کتاب برای اصول و قواعد خود قرآن عظیم الشانه است، خود قرآن استنباطا. و بالاخره اینها را موارد باشیم، تجوید بلد باشیم، قرآن صحیح بخوانیم، حفظ قرآن عظیم الشان، روحانی قرآن، فهم قرآن حیاتی و مهم، سرمایه عظیمی، سرمایه بزرگی، همانطور که در حدیث آمده برای هر امتی شرفی است و شرف امت من قرآن عظیم الشان. الله به این قرآن امتهای را میبره بالا و امتهای را سرنگون میکنه. لذا اگر میخواهیم تاریخ پیدا کنیم توی دنیا و عزت پیدا بکنیم در دنیا و در آخرت، باید به قرآن گرایش پیدا بکنیم. اگر میخواهیم نجات بگیریم از توطئه و دسیسه و مکر و حیله دشمنان اسلام، راهش فقط قرآن عظیم الشانه. به قرآن برگردیم، برای قرآن کار کنیم، قرآن را بخوانید به کثرت و زیبا تلاوت کنید و نشر کنیم قرآن عظیم الشانه. زنان باید قرآن یاد بگیرند. امروز شرایط دنیا تفاوت کرده با شرایط گذشته. امروز دعوت مسیحیت توی خانه ها موجوده. هر خانه که ماهواره است، هر خانه که حتی این موبایل موجودن و با اینترنت وصلن، دعوت نه مسیحیت، همه دعوت ها اونجا موجودن. دعوت به بی‌بندوباری موجوده، نشر فساد، نشر فحشا، نشر منکرات و نشر بیدینیت و نشر انواع گناها و دعوت همه ادیان منسوخ شده، دعوت همه افکار باطله
و اندیشه های نادرست در تمام دنیا موجوده. راه نجاتش فقط قرآن عظیم الشان. قرآن نشه بشه، امت مسلمه برگرده به قرآن و قرآن یاد بگیره و انشاءالله این قرآن سبب نجات اونها است. تعلیم مبارک و زیبا و معطر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در اختیار امت مسلمه قرار بگیرد، انشاءالله نجات اونها از همه فساد و از تمام ناهنجاری هاست و تمام مشکلات و عذاب دنیا و آخرت، خزی دنیا و آخرت را الله تعالی برطرف میکنه به شرافت قرآن عظیم الشان و روی این کار بشه روی قرآن عظیم الشان. و از این مسابقات معتقدم که بیشتر گذاشته بشه. و عزیزان ما آینده توی استانهای مختلف، مثلا حالا اگر مسابقه سرتاسری به حساسیت موجوده و نمی گذارم بعضی جا، لحظه مسابقات محلی برگزار کنیم، مثلا توی مسابقات شهرستانی، مسابقات استانی و در نقاط مختلف برگزار بشه. طول سال این مسابقات باید دور بزنه. حالا اگر این ما پارسال هم عرض کردیم مثلا که مسائل مسابقات ما، میگم مسابقات ما تجربی هستن و هنون برسیم که مسابقه واقعا سرتاسری در ایران برگزار کنیم و از همه فرق و مذاهب و افکار دعوت کنیم و مسابقه آینده برگزار بشه که عالمی باشه و جهانی باشه و از همه جای دنیا بیان شرکت کنه. هنوز ما آمادگی نداریم، باید ما آمادگی حاصل بکنیم. حافظان ما باید روی قرآن کار کنند و قرآن ورد قرار بدن و چنان بر قرآن مسلط باشن که از هر جا گفتن تلاوت کنید بدون لنگش، بدون لغزش، بدون خوف و دغدغه قرآن بخوانند. و این کمال عزیزان ما، این کماله که انسان مسلط باشه بر قرآن عظیم الشان، تلاوت قرآن عزیز. حافظ مسلط تا نیاز به دور کردن داشته نباشه. عزیز بنده خدا را یک وقت مرتبه ملاقات کردیم توی حوزه آمده بود، 80 سال عمرش بود، حافظ قرآن بود، بلکه متون بسیاری از کتاب های صرفی و نحوی و منطقی حتی و بلاغت این حفظ داشت. و او گفت که وظیفه او روزانه سفر از قرآن عظیم الشان که فراموش شده، یا 10 فاره گفت، شاید 10 فاره روزانه گفت من تلاوت میکنه از قرآن بجه. طول زندگی هم گفتیم وظیفه شد، بعضی 10 فاره میخوانن روزانه و بعضی 3 فاره زنی که من سراغ داشتن که در همین حول هاشه بود، الان اینجا نیست، ولی او روزانه 3 فاره من میخوانم. یا عزیزی که گفت روزانه وظیفه من 6 فاره از قرآن بجه، 6 فاره روزانه من تلاوت میکنم و سر 5 روز قرآن ختم، سر 10 روز قرآن ختم. و حافظان با این طور باشه تا اینکه قرآن نداشته باشه همیشه و قرآن همراه باشه. و قرآن عظیم الشان ما باید علاوه از قرائتش و تجویدش و حفظش باید کار کنیم روی فهم معنی قرآن عظیم الشان، بریم به سمت معنی قرآن، مراد خدا را بفهمیم. از الله تعالی چه پیامی داده، قرآن چه میگه و پیام قرآن چیه، پیامای قرآنی را باید ما دریافت کنیم. قاریان عزیز، حافظان عزیز و همه عزیزانی که شاگردان قرآن هستند و به قرآن منتسبند، برای فهم و درک معانی قرآن عظیم الشان کار کنند. و استاد در این زمینه نیاز هست و ضرورتی که ما با استاد کار بکنیم تا بعد بتوانیم با مطالعه خود نمایی استاد بتوانیم در این زمینه. و نکته مهم مهم اینه که ما عامل به قرآن باشیم. معنی نداره که ما به قرآن عمل نکنیم، به حدیث عمل، از اول قرآن تا آخر ما باید
به قرآن عمل بکنه و از اول تا آخر به حدیث و سنت ما عمل بکنه، خصوصا او احادیثی که در باب اعمال و او احادیثی که در باب آداب و سنن، اینا باید در زندگی ما قرار بگیره. و این تا زندگی ما زندگی یک فرد مسلمان واقعی باشه، یک مسلمان درخشان و روشن باشه و انشاءالله بمیریم و بر رحمت الهی واصل بشیم و بر رضامندی رب العالمین برسیم. لحظه قرآن برای عمل تلاوت آمده، قرآن عظیم و شان برای عمل آمده است و ما هم تلاوت قرآن بلد بشیم، هم درک کنیم معانی قرآن را و به قرآن عامل باشیم و بر روی قرآن عزیزان من کار کنیم و فهم قرآن و درک قرآن در کنار تعلیم آن حضرت میسر هست. و این نکته را هم بدانید که الان بعض انحرافات در امت پیدا شده، اگر دیروز در امت اعتزال و خروج خوارج و معتزله در میان امت بودند، امروز اعتزال به صورت جدید داره می آید. بسیاری میگن که قرآن کافیه و سنت و حدیث اعراض میکنند، در حالی که اگر ما بخوایم قرآن صحیح بفهمیم امکان فزیر نیست فهم قرآن در بسیاری بخشا بدون کمک حدیث و بدون تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله. باید زانوی تلمذ را خدمت رسول صلی الله علیه و آله بزنیم و مفسران قرآن تا ما بفهمیم که قرآن چه فرموده است. قرآن میگه شما نماز بخوانید، رکعت بیان نکرده. اگر ما بگیم به حدیث نیاز نداریم، از کجا رکعت میفهمیم؟ و همین بود که بنده خدای بله دندان پزشکی در تهران یک زمانی بود و او معتقد بود که قرآن به تنهایی کافی و نیاز به حدیث نیست. کسی از او سوال که ها پرسیدن که خود نماز چگونه، گفت نماز یک رکعت، نماز اونی که نماز یک رکعت نماز بخونه نماز. و تو پس خیلی فاصله داری و بالاخره باید قرآن اگر تنها کافی بود، الله تعالی در داخل خانه کعبه قرآن می گذاشت، سر سقف خانه کعبه می گذاشت و قرآن برداری بخونید. ولی همان اندازه که قرآن لازمه، کلام الله لازمه، رجال الله هم لازمه. او مردانی که ای قرآن عمل کنن، عملا نشان بده به ما که قرآن چگونه عمل میشه. ولذا حدیث ضروریه. قرآن عظیم الشان خیلی احکام سربسته بیان کرده است. زکات فرموده بده، نفرموده زکات چقدر بدید. اگر شما بخوای سنت کسی در نظر بگیری، چقدر زکات میخواد ادا بکنه از اموالش، از حیوانات صاحمه میخواد زکات بده، از زراعت و کشاورزی قرآن فرموده و آتو حق و یوم حصاده، از نقدیات میخواد زکات بده و آتو زکات الله تعالی فرموده، و چقدر زکات باید بده. و لحظه اینها را از سنت میشه فهمید، حدیث نیازی در کنار قرآن عظیم و شان، تعلیم زیبای عن حضرت صلی الله علیه وسلم نیازی در کنار قرآن. و ما هم قرآن محکم بگه، عن حضرت تشریف بردن از دنیا و وصیت کردن به دو چیز، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ترکت فیکم سقلین لن تزلوا ما ان تمسکتم بهما، کتاب الله و سنتی. کتاب الله و سنتی فرموده دو چیز را من در میان شما ترک. خدمت حضرت جاجروی رحمت الله علیه مراجعه کردم، من گفتم که برای من نصیحتی بنویس. فرمودن نصیحت من همان نصیحت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. آن حضرت آخری لحظه که از دنیا تشریف بردم، فرمودن من کتاب و سنت گذاشتم. فرمودن خدمت حضرت حالجوی رحمت الله علیه مراجعه کردم، من گفتم به من نصیحتی، گفت نصیحت من کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه وسلم، همونی که آن حضرت نصیحت کردن. ولی حضرت شما به کتاب الله عمل کنید، به سنت عمل کنید، شما به همه نصیحت عمل کردید. امروزه هم بسیاری از طالبات هم و هم طالبات بیشتر کنچکان
دفاتر میفرستن که نصیحتی برای ما. بهترین نصیحت همینه که به قرآن عمل بکن، بهترین نصیحت به سنت عمل بکن. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت بکنه. ما باید هر چی که توانایی داریم، هر چی که فکر داریم و اندیشه داریم، همه را ما با تمام وجود به کار ببندیم برای اینکه در جامعه ما قرآن بیاید، قرآن یاد بگیرن، معنی قرآن، عمل قرآن پیاده بشه توی جامعه و سنت عمل بشه، سنت بیاد توی جامعه، تعلیم زیبا و مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله بیاید، انشاءالله جامعه موفق هست. امروز نجات بشریت، نجات اروپایی ها، امریکایی ها و سایر دنیایی که به عنوان دنیای توسعه یافته و جامعه پیشرفته امروز، ملت های پیشرفته یاد میشن، ولا بدونن که تنها راه نجاتشون قرآن عظیم و شانه. اگر اونها در زمینه دنیا به توسعه دست حاصل کردن، در زمینه فلاح و رستگاری دنیا و آخرت زمانی میتونن دست حاصل بکنن که به قرآن دسترسی داشته باشن. امکان نداره دنیای به فلاح برسه و به رستگاری برسه ملتی بغیر از قرآن عظیم و شان و به استثناء قرآن. قرآن محکم بگیریم، مضبوط بگیریم، نشت کنیم قرآن، به قرآن عمل بکنیم، قرآن بخانید و بخانید و بار بار بخانید، درسای قرآنی را نشت کنیم انشاءالله. تعلیم تفسیر قرآن باید در سطوح مختلف جامعه، تجوید قرآن و آموزش الفاظ قرآن، روحانی قرآن، آموزش حروف شناسی قرآن و تجوید قرآن، همه این کلاس باید دایر باشه. کلاس های تفسیر و تشریح قرآن و کلاس های علوم قرآنی تدریس بشه و در این قسمت هم کار شده است و انشاءالله اون روز که جامعه ما به قرآن برمیگرده و قرآن در جامعه شهری ما و روستایی ما و توی جنگلات و بیابانا و دره ها قرآن تلاوت بشه و تعلیم قرآن جاری بشه، زنان مردان همه شاگرد قرآن باشن و قرآن بیاموزن، قرآن یاد بگیرن و تعلیم بدن جامعه ما. خیرکم من تعلم القرآن و علم. چه حدیث زیبایی است! بهترین من و شما همین دو گروه هست، اونی که قرآن تعلیم میگیره، یاد میگیره، و اونی قرآن عظیم و شان یاد میده. و لحاظ الله تعالی قبول بکنه این زحمات عزیزان ما را، مخصوصا عزیزانی که از راه دور تشریف آوردن، جا داره که بنده دعای خیر کنم در حق اونها، قاری محمد غفاری اهل خراسان و قاری محمد امین اسدی اهل کردستان، هر دوی بزرگواران ماشاءالله زیبا قرآن خواندن، و شیخ حسین درستکار از بوشهر و ابراهیم دهمردار، قاری ابراهیم و قاری حسین درستکار از بوشهر و عزیز ما از کهوان و سایر عزیزانی که اینجا زحمت کشیدن، کسانی که وقتشون گرفتن و شما عزیزانی که شرکت کردید از راه دور و نزدیک آمدید، الله به همه شما جزای. اونایی که آمدن و موفق نشدن، ما فرسال برای این خاطر گفتی که گزینش باشه و برای اینکه فرسال گاهی ما دیدیم که بعضی عزیزان آمادگی نکردن و در مسابقه شرکت کردن و اینجا نتوانستن خوب بخوانند، در روحیه بقیه تاثیر اثر منفی میگذاره و این جلسه است هر کسی میگه شرکت میکنه، میگه اینا نه افراد یعنی که چی بلد نیست هنوز، و اینه که هنوز معتقدم که به این باره باید فکر بشه و ما زبده ترین افراد خودمون رو بیاد توی مسابقه شرکت کنم، بلکه یا توی مسابقه های محلی شهرستانی شرکت کنم و در مسابقه های شهرستانی کسانی که برنده میشن و اونها بیاین و در این مسابقه بالاخره فوق استانی، بالاتر از استانی، کشوری بیان شرکت بکنن. حالا من نمیتونم بگم کشورین به خاطر اینکه بالاخره برادران اهل سنت اینجا شرکت دارن، کشوری زمانی میشه که همه افراد کشور بیان شرکت بکنن، ولی به هر بین استانیه این مسابقه
لحظه باید ما زبدتری افراد از همه استان ها اونجا که جاهای مختلف بگذاریم و گزینش بکنیم و بیان توی مسابقه استانی یا مسابقه به هر حال بین استانی یا مسابقه کشوری بیان شرکت بکنن. و این عزیزان ما نگران نباشن و این در جهت اینه که شما انشاءالله بیشتر کوشش بکنید، تلاش کنید و تا انشاءالله رتبه بیارید در مسابقه شهرستانی و بیایید تو مسابقه کشوری شرکت بکنید. الله تعالی جزای خیر عنایت بکنه و موفق بداره و انشاءالله دوستان بقیه برنامهشون را اجرا میکنن. الله قبول بفرماید تلاش عزیزان مرا و زحمت عزیزان مرا که دو سه روز مشغول هستن. و آخر دعوانا الحمدلله.